نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. سال نوتون مبارک باشه، عیدتون مبارک باشه، بی نظیرا درجه یکا. به 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 به، چه گلایی، چه چهره های خندانی. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. سال 1403 خدمت تک تک شما عزیزان که در کنار خانواده ها هستید و دارید این برنامه 60 دیار رو میبینید تبریک عرض میکنم. امیدوارم که همیشه خوش و خرم باشید و بهترین لحظات رو تجربه کنید. عزیزانی در این برنامه هستن، مهمان هستن که برای خود منم جالب بود. بی فوت وقت میخواییم بریم سراغشون، دعوتشون کنیم. با تشویق شما عزیزان گروه شخصی و گروه سدانا. امیدوارم که طاعات و عبادات شما هم مقبول حق تعالی باشه، نماز روزاتون قبول باشه. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. ممنون. چه بلبله‌ای می‌کردی سرکار خانم. دیگه آدم وقتی به خوش مطمئنه اینه. خدا رو شکر. اینه. ماشاءالله. دهه 60 هم دیگه چیکارشون میشه کرد. خب واقعا یه چیز زائده من بگم که سرکار خانوما خودشون رو معرفی کنن، ولی ناچاریم دیگه. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید سرکار خانومه. در شخصی ها که مملکت رو به خودشون اختصاص دارن، به افتخار خودشون. ماشاءالله. طوفان زلزله خدا رو شکر، همه چی مسئولیت واس ماست. خدا رو شکر ان شاء الله ان شاء الله که ماس خلاص. همه چی دادان ایوب هستم، خاله نرگس بچه‌ها در کنار شما. خدا رو شکر، تشریف بفرمایید. ماشاءالله درجه یک خانم آل ایوب، مجری توانمند، هنرمند درجه یک، بی‌نظیر که قدم روی چش ما گذاشتن، تشریف آوردن مسابقه 60 دیار. سرکار خانم بفهم. مائده عراقی، متولد 64، با افتخار، مادر دوتا 400. به به نمره 400 دیار، هنرمنده درجه بگو انشالله. انشالله کارگردان هستم، کارگردان هنری، ولی در حال حاضر در اختیار خانواده دو تا کوچولو. اختیار ده. به افتخار تمام کارگردان ها، هنرمندا. خب سرکار خانم درجی، با سلام اراده به شما و همه تماشاچی محترم و بینندگان عزیز. من ماندانا نصرتی هستم، در خدمت شما. رشته تحصیلیم تئاتر بوده، ولی در حال حاضر مجری و بازیگر هستم. خیلی افتخار خانم نصرتی، خیلی عالی. چه مسابقه ای بشه. آقا از اول بگم بفهمید
به شما میگن در هشتادی اژدها، به ما میگن دایناسور. دایناسورتون اومده. ایشالله که مثل همیشه شد. آره اژدها هست. به افتخار تمام گودزیلا ها و دایناسور ها. مواظب باشید ده هشتادی ها، آتش دایناسورا دامنگیر شما ها نشه. خب بریم سراغ معرفیتون. بفهمید خانم. با نام و یاد خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما مجری تمامند، حضار گرامی و بینندگان توی خونه. من مجری که سرکار خانم ها، عزیزان، اساتید ما. بنده محیا استادی هستم. محیا استادی. دختر شما پارتی بازی کردین آقا استادی. آقا من نگفتم یه اسم دیگه بگو دخترم. خانم علیوب جمع کن بریم. دختر شما من به چی گفت؟ به نگفتم بگو محیا شاگردی هستم. اینجا باید شاگردی کنیم دختر. جدی محیا استادی هستم؟ بله محیا استادی هستم. به والله اگه نسبتی با من داشته باشی. امروز اومد گفتم ایشون اومد. امیدوارم سال خوبی رو پیش رو داشته باشیم. همچنین شما، همچنین شما. همچنین مسابقه خوبی رو. بفرمایید. به نام خدا سلام خدمت شما مجری محترم، مائده عزتفنا هستم، محصل. آخیش، حداقل استادی نیست. بفرمایید. سلام خدمت شما مجری محترم و بینندگان عزیز، بنده زینب بالسینی هستم، محصل. به افتخار درش بگیر. اومدیم که زنده بشیم و برنده. به افتخارشون توپا رو بریزیم. با آرزوی سلامتی و بازم شاد باشه سال نو، میریم سراغ معرفی اولین مرحله بازی به نام چاله چوله. امیدوارم که هیچ وقت تو چاله چوله های زندگی گیر نکنیم و نمونیم. این شما و این صفحه نمایشگر ما. چاله چوله. در بازی چاله چوله هر نفر با رفتن برای یکی از چهار گزینه به سوالات پاسخ می‌دهد. در صورت پاسخ اشتباه شرکت کننده به چاله می‌افتد و نفر بعدی به سوال مطرح شده پاسخ می‌دهد. با هر پاسخ درست امتیاز آن سوال دریافت گردیده و سوال بعدی پرسیده می‌شود. خب نماینده محترم گروه شستی یا چه عزیز دایره المعارفشون میاد. خدا دیگه امشب به ما رحم کن. بفرمایید افتخار خانم آلایی. بزن برو بالا. انشالله که بختشون هم باز بشه. وقت بخت و اقباله. اجدا یعنی بخت و اقبال دیگه. سال اجدا و بخت اقبال. خب گفتن که این وسط ها بایستیم. بله. خب خانم نصرتی. بله. مجری تمام من. بله. این سال رو برای همگروهی خودت خانم آلایوب بخونم. بخون. این فیلم داستان فردی است که به دلیل یک اتفاق به داخل پاتیل یخ در بهشت می افتد و یخ می زند و سالها بعد در باغ خود پیدا می شود و به هوش می آید. این واقعیه؟ رویای نیمه شب تابستان، مومیایی، دیگه چه خبر، دو نفر و نصفی. راه نمایی. شانسی
گزینه یک و درست گفت. خب بریم سراغ دهه 80 عزیز. چه عزیزی میاد بالا بفهمید؟ دختر گلم خانم آلایو سال دوستان هشتادی دختر ما رو بخون. آقا سوال اینا خیلی راحت تره. در مهمان مامان گلاب آدینه ای پای چه نقشی رو بر عهده داشت؟ آقا این خیلی ساده است. نه خیلی راحت. یک گزینه ها گزینه ها خانم اخوان، مامان افت، صدیقه خانم، تازه عروس. گزینه چهار رو بزن. گزینه چهار حکایتیه کرکری هم با هم میخونم. بریم سراغ سوال بعدی از گروه شصتی ها. سرکار خانم استادی هم اسمی من دختر من بخون قراح و درجه یک. در زمان تولد بدن چند استخوان دارد؟ گزینه یک. گزینه ها رو بخون. 206 دو 300 سه 280 دو 200 نه 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 از کجا میدونی؟ مطمئنی؟ غلط باشی چی؟ دو من فکر کنم یکه ها یکه زمان رو مدیریت کنیم. خانم سخته. چه سختی تو الان که دونه دونه حالا این الف و ب مگه نگفتین اجتهایین؟ نه ما گوزلاش خواهش میکنم تماشاگرای عزیز من یه قولشون دادم هر کدومو که درست جواب بدن یعنی من برسم به مرحله آخر بله بعد قراره براشون یا آهوی دارم خوشگله رو بخونیم و اجرا کنیم یا یه توپ دارم قلقلیه جای پنگون با هم نه اون دموده شده اشتباه بگیم توپ سفیدم قشنگی و نازی خوبه؟ عالی درست برسونیم به سرکار خانم عراقی لطفاً سوال بعدی گروه 80 رو بلند و قرار یه سوال راحت قرائت فرمایید. بزرگ من کی بود؟ بفرمایید. چند درصد هوای اتمسفر نیتروژن است؟ چند درصد هوای اتمسفر؟ 8 درصد، 2 78 درصد، 3 18 درصد، 4 7 درصد. عجب عیدی شد. عجب ماه مبارک رمضانی. عجب یک زمان رو باید مدیریت کنی دخترم بی نظیر زمان ماشاءالله خدای من بریم برای سوال بعدی از گروه کاربلد کار کشته درجه یک هنرمند آرتیست بی بدیل بی نظیر گروه شصتی ها سرکار خانم نصرتی میخواد این سوال رو از هم گروه خودش شما قبلا تلفنی با هم صحبت کردی؟ ای خدا سرکار من نره؟ باشی نه آقای واسه نه آزاده آه منم نام بازیگر نقش ارشیا در سریال شمدونی چه کسی بود؟ محمد نادری، عرفان برزی فکر کنم درسته. محمد رضا داوود نژاد، امیر کاظمی. بچه‌ها دو درسته دیگه. مطمئنی؟ ارشیا بچه بود دیگه. ارشیا بچه بود. پسر کوچولو. اگه پسر کوچولو باشه راه بره. اگه پسر کوچولو باشه داره بازی میده. دو دو دو. خانم آلایو. دو رو ازت می‌خرم. می‌خری؟ چرا؟ این ست کنم تو چرا میگی چهار؟ رو چه حساب میگی چهار؟ این ست کنم زمان رو دست کردیم
با ارفاق چون زمان گذشت. دوستان خواهش میکنم زمان رو در نظر، زمان الان خیلی لب تیغ. خب رفت درست. آره آره فقط خواهشم مدیریت. من نگاه نمی کنم، من میخوام مطمئن شم. گروه اشتادیا خانم آل ایوب رقیب شما سال بعدی رو میخواد بپرسه. بفرمایید خانم آل ایوب. وا چه سوال هایی را؟ آقا ما اعتراض داریم. بابا اون سوالتون که اصلا باقلوا بود، هلو به پتو گلو. ارفان برزین این که استخون چند تا تو بدن داری سخت داره یا شخصیت کلا قرمزی؟ خیلی راحتی بفرمایید. اولین حضور شخصیت کلا قرمزی در سیمای جمهوری اسلامی ایران در چه برنامه ای بود؟ یک سقاعت، سقاعت و شانه به سر دانا، صندوق پست، جقجقه و فرفره، کلا قرمزی و بچه نه. چهار میخواه سریع‌تر زمان رو در نظر بگیرید. زمان خانم ارشدی سریع. عجبا اینجا الان باید برم؟ سردار خانم خلبان، کاپتان خلبان. بله. سرکار خانم عراقی، هنرمند. سوال بعدی رو از سرکار خانم آل ایوب. من خودم شیمی شناسم. نماد اف ای برای کدام عنصر است؟ آهن بچه بذار بگیم. کوبالت دو، نیکل سه، آهن چهار، جیوه. به این راحتی دیگه سرکار خانم نصرتی. بله. همکار عزیز و هنرمند درجه یک، بخونید سرکار خانم نصرتی. کدام سلول بیشتری طول عمر را در بدن دارد؟ سلول های پوستی که نه، سلول های چربی، نورون های مغزی، سلول های عصبی. یا مشکل برو سالتو نیست. از کجا میدونی؟ اینو منو نمیدونم. دخترو سلول های عصبی. سریع‌تر مایا خانم، سریع‌تر. خانم خلبان، خانم عراقی، درجه یک کارگردان هنریمون میخواد سوال خانم آل ایوب بخونن. بفرمایید. همش استخون ما شکونی. بخونم. بفرمایید. کوچکترین استخوان بدن در کجا قرار دارد؟ زبان. گوش. زبان. گوش دیگه. بینی. پا. گزینه یک و دو. نه یا یک یا دو. گوشه. دو. گوشه. سرکار خانم عزت‌فنا، سال خودتون،
سال ده هشتادی ها رو خود شما باید بخونید. تا اینجا بدون خط و خش دو گروه به طور مساوی بفرمایید. اجازه بدی بخونم. فاصله نقطه پنالتی تا دروازه چند متر است؟ 1 12 متر، 2 10 متر، 3 9 متر، 4 11 متر. 11 متر. نه 2 متر. 2 11 متر. 11 متر. 11 متر. مطمئنی من؟ 11 متر. زن برادر سلامت خانم بالسینی. بابا یه دونه رو بابا که بتونیم یه دونه غلط سرکار خانم بالسینی از ده هشتادی لطف کنید سال سرکار خانم به آل ایوب شیطون مجری پر انرژی درجه 1 و بی نظیر رو بخونید. ناب این گربه چیست و صدای پیشه آن چه کسی بوده؟ خانه اولی پریا معلومه دیگه ایشون کی هست؟ آن ببینید بهش بگو که با من صحبت میکنه وقت بگیره با من یه رئیس میگه با من صحبت بکنی وقت بگی صحبت اتفاقا من کجا یه کاری باهات داشتم یادت باشه که من بهت بگم حتما امروز خب یادت باشه به یه چیزی بگم دایی پنگول میگه دایی دایی پنگول میگه دایی منم بهش بگو حال نرگسی سلام و علیکم یه حال نرگسی سلام و علیکم حال نرگسی سر تو بالا خوب یه حال نرگسی سر تو بالا خب گزینه ها رو بکن یک یک چنگول ناصر هاشمی دو مخمل هومن حاج عبداللهی 3 مخمل ناصر هاشمی 4 چنگول هومن حاج عبداللهی شما بلدید کدومه؟ بله شما میدونید؟ چهار پنگول دوست عزیزمون هومن حاج عبداللهی ایشالله هر جا هست سلامت باشه و درجه خب سوال بعدی شصتی ها هشتادی ها خانوم نصرتی میخواد رسا و شیوا براشون بخونه بفهم خانم نصرت در کدام یک از فیلم ها اکبر عبدی در نقش یک زن ایفای نقش کرده بیا چقدر سخت سوالش واقعا 1 خواب زده ها گزینه 1 گزینه 2 آدم برسی 3 خوابم میاد هر سه گزینه چون این ها توشون خاصیت گرمایشی داره خاتون بره روش وام میکره که خواب زده هم زده بله منتظر شما هستیم عزیزم خانم عزت پنا ده هشتادی زبل چالاک عیدت مبارک باشه نماز روزا قبول امیدوارم این سوال رو بخونی برای خانم آل ایوب آخرین سال آموزگار بچه‌ها کم نیارید باختن یه باختن آموزگار و گفته ارزش آدم نیست هیچ چیز ارزشاتون کم بفرمایید آموزگار و گفته به ترتیب چه نوع صفتی هستن 1 فاعلی و نسبی 2 مفعولی و فاعلی 3 فاعلی و مفعولی 4 مفعولی و نسبی زمان رو در نظر بگیریم خانم نصرتی آزاده آزاده بایستا میگن سه ولی بایستا مطمئنی آموزگار
سند. وای 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 این تسه این نگاهی که کردم به شما خیلی دارم سوخ واقعا. خب آزاده همین چند سال پیر نشد الان پیر شد. خب بریم سراغ نماینده بعدی گروه 80 چه عزیزی میاد؟ بفرمایید خانوم ایزد پناه سرکار، خانوم خلبان، کاپتان، خانوم عراقی میخوان سوال رو بخونن. بفرمایید. مفهوم عبارت هر کاری که با نام خدا آغاز نشود ابتر است در کدام گزینه آمده است؟ هر کاری که با نام خدا آغاز نشود بد است. دو. هر کاری که با نام خدا آغاز نشود بیهوده است. سه. هر کاری که با نام خدا آغاز نشود ناقص است. چهار. هر کاری که با نام خدا آغاز نشود نامطلوب است. میریم سراغ جنبندی امتیازا. گروه 60 همکاران عزیز ما، اساتید، مجریان تونستن 1400 امتیاز بدون هیچ خطایی و هیچ ایجاد کردن چالهی کسب کنن، برنده این مرحله شدن. تشویقشون بفرمایید. و دختران گلم 80 1100 امتیاز گرفتن. حتما تو مراحل بعد خانم ایزد بنا عید لبخند بزنید، شاد باشید. ماه مبارک رمضانه. روی اینه که را نمیدم. نه روی اینه نه روی اینه. از چاله درشون بیا دیگه دستشون رو بده. بله. این که تو هر چاله میافتی بالاخره. بله. ارادت داریم. تشویق شما. میریم سراغ مرحله بعد بازی به نام در به در. بفرمایید. در هر نیمه یک گروه نقش مهاجم و گروه دیگر نقش مدافع را بر عهده می‌گیرند. در این بازی نفرات گروه مهاجم به نوبت از یک سو وارد کندو شده و توپ‌های ریخته شده در اتاقک‌های کندو را برداشته و پس از عبور از سد مدافعان در سبد بیرون از کندو می‌اندازند. به گروه برنده که توپ‌های بیشتری در سبد جمع کرده 600 امتیاز تعلق می‌گیرد. همون جوری که دیدید الان 600 امتیاز ناقابل در اختیار شماست با رقابت سالم بین خانم نصرتی، خانم عراقی و سرکار خانم آل ایوب و دهه 80 خانم استادی ایزد پناه. تو آخری نفهمیدم تو کی هستی یه دفعه پیدا. من استادی هستم. استادی هستی واقعا انشالله استاد بمانی. باور کنید به همین ماه مبارک خود منم نمیدونستم تا یک ساعت پیش ایشون میخواد دعوت بشه و اساسا استادی ها کم هم دیگه الان یه رقیب کمیاب و خوب و بی نظیرم پیدا کردیم از دهه 80 چی شده؟ چرا به کلمه حرف حساب بزنم بفرمایید. به آرامی آغاز به مردن میکنی اگر از شور و حرارت، از احساسات سرکش، از آنچه که چشمانت را به درخشش وامی دارد و ضربان قلبت را تندتر می کند دوری کنی. اومدیم که زنده بشیم و برنده به افتخارشون توپا رو بریزیم. توپا رو بریزیم. ماشاءالله به افتخار خاله نگه بازیشون شروع کرد. اولی مهیا خانم استادی میره. حتما استاده. حتما تو این زمینه بی‌نظیر. من تو میگم کلاه سبزدار. بله چشم بسته درها رو باز میکنه. اون دری که اتفاقا رو به آفرین شد بسته بود. آفرین خانم استادی. استاده. استاده این کاره. آفرین نفر بعدی. از اینجا کجا میری؟ خانوم ایزد بنا سرکار
ما بالاسکینی برکار خانوم بالاسکینی برکار خانوم آل ایوب مونده چکار کنه علاقه این وسط اتاق باسته به تا مهمونا برسیم خانوم نصرتی آه خانوم آل ایوب نه اون در نیست این درم نیست اون دره آفتری اومد یاده این خانوم ایزن پناه با پناه به خدا در ماه مبارک رمضان چه انرژی دارن این بانوان کوچک این دختران این گوشی زدان محترم بی نظیرن با دهان از روز باز شده دارن مبارزه میکنن درها رو یکی پس از دیگری امتحان میکنن بله خانوم آل ایوب از اون میترسه نمیدونه از کجا بره خودشتن سردرگمه در و روز پس گفت برو فعلا من کار دارم در و باز کرده یک شدی اونجا نری آبه نیفته خانوم ایزد خانوم خانوم ایزد خانوم خانوم ایزد بنادرش نوع با توسل و پناه به خدای منان خانوم آل ایوب دور خودش داره میچرخه تو اون اتاق دنبال هشتادی ها خانوم عراقی داره نگاه میکنه ببین از کدوم در میاد زنگ زده ولی معلوم نیست زنگ کدوم در زده خانوم ایزد بنادر سریعتر باز کنه مشکل اینی از دست اون شله این چقدر شله مشکلی نیست باید ببندم نه خطا نیست اون داره دیر میزنه اون باید سریعتر بره فکر کنم ماه مبارک رمضان سال جدید آرومش کرده این با تو منینه با دعای خیر همراهه نه ثانیه، هشت ثانیه، هفت، شیش، پنج، چهار، سه، دو، یک. الان نوبتی هم که باشه، نوبت مجریان، هنرمندان، درجه یکا، کارگردان ها، گروه شصتی هستش، به عنوان مهاجم. و دوستان هشتادی با تجربه خاص خودشون ولی با اتکا به خداوند میخوان مدافع بشن دوستان هشتادی برید جا گیرشید و شما دوستان بفرمایید سر جاتون به عنوان مهاجم اولین نفرم تشویق کنید خواهش میکنم شروع کرد بفرمایید خانم عراقی خانم عراقی رفتی خانم عراقی خانم عراقی کجایی داره پرواز میکنه خلبانه ایشون بلده کاره رو آسمونا پرواز نه نفر بعدی بفرمه برو تکار خانم آل ایوب تکار خانم آل ایوب خاله ایران خاله کودکان چرا نیست چرا رفته بیرون من چیکارش کنم بریم بیارم من برم دنبالش خانم آل ایوب باز کرد یه توپ سبز فسفوری دستشه آدم فکر میکنه عدسی دستشه خانوم آزاده آل ایوب آزادانه داره میره که خوب بلده کار با اتکاب خداوند متعال و ماه مبارک رمضان میگه برو کنار خجالت بکش خانوم نصرتی ایران برو خانوم نصرتی خانوم ماندانا نصرتی با نصرت و عنایت به خداوند گردشگر کل ایران رو گشته این سراخت و می نیست که ایشون سرک نکشیده باشه کمکش میکنه در کار ماندانا خانوم نصرتی یک ایران گرد سرک به تک به همه جا همه جا رو دیده همه جا رو پویده همه جا رو
رفته درها رو اشتباه نمید. دونه دونه درها رو باید لمس کنه تا بفهمه کجا به کجا. خانوم نصرتی داری چی کار میکنه؟ خدا میدونه. خانوم آل ایوب داره گریه میکنه. عزیز کن بهش نارم. خانوم عراقی برو برو، الان وقت شادی نیست، الان وقت تو بردنه. آفرین خلبان میاد تو، اون نرفته بیرون که هنوز خلبان توه. خلبان رفته تو، خلبان الان توه. خانوم آل ایوب دوباره باید بری. برو سری، وقت داری، وقت داری، سری تر وقت دارید خانوم. آفرین آفرین. بله بله برید. بریم به شمارش توپ ها برسیم. به نظرم بهترین نماینده ای که بتونه توپ های دهه 80 رو بشموره کیه؟ خاله نرگس. خاله نرگس افتخار بدید توپا رو بیارید بالا رو به دوربین. دیگه خودتو استاد اینا با هم. نه نه دونه دونه باید بردارید. میخواید من کمک کنم؟ با هم با هم با هم با هم بشمارید. یه خیلی فرهنگی انداختید. نه 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 دیگه اونا رو بذارید کسی دیگه بشماره. ها اونم بشماره. نه اینم میدونی چیه؟ جان مگه ماندانا جون نفسش میخواست؟ فکر کنم در هول بابا مشکم زرو بس بابا این دارو میگردی. خوبیه ما بدون شک و شبهه باشه و برنده شدنمون. بابا چقدر درجه یه مگه میشه تا این حد آدم ایثارگر باشه؟ سلامت باشیم. ایثار نکردیم. مگه میشه این آدم اینقدر مهربان باشه؟ حقشون رو ادا کردیم. سپهی با ارزش. ای وای. پس کلن اینا رو عوض کنیم به نظرم. حاضری؟ چی شد حالت بد شد؟ ایچی در چونه هم فرض میدم. فرض بدید چونه ها رو اینا رو لازم. من میترسم. از خاله ای که 300 سال مجری کودک و فنوش بابا پنگول میگو من باید همه تجزیه شدن تو مونی پنگول با یاد پنگول تجزیه شدن نفت شدن اومن آجاب دلائی. آره واقعا ایشالله کن ماشاءالله پنگوله پنگول ماشاءالله. خب بریم سراغ شمارش توپهای گروه شستی ها. چه عزیزی حاضره بیاد. بله بفرمه خانم ایزد پنا بالسینی. بله بله پتاب کن. یک آفرین پتابیه. دو سه چهار پتاب. یک توپ با همجوری هدیه دادن به گروه هشتادی ها. بازم برنده این مرحله هنرمندان دهه شصتی عزیزانمون سرکار خانم آل ایوب، سرکار خانم عراقی و سرکار خانم ایرانگرد جهانگرد خانم نصرتی. به افتخارشون و 600 امتیاز ناقابل و 600 امتیاز ناقابل تقدیم حضورشون میشه. با تشویق شما میریم سراغ مرحله بعد بازی شستدیا به نام خوشکتر. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. سال 1403 بر تمام شما بی نظیرا بی بدیلا بی همتا مبارک باشه. لبتون خندون باشه و سال خوبی داشته باشی. تا عبادتتون هم قبول حق. بریم سراغ این مرحله از بازی به نام خوشکتر. در این مرحله از عزیزان شصتی و عزیزان هشتادی سه سوال پرسیدیم، جواباشو ثبت و ضبط کردیم. الان همین سوال‌ها رو می‌خوایم از طرف مقابل بپرسیم. اگه جوابش منطبق بود فبها اون بالا میشینن مثل سرکار آل ایوب به ما گزارش آب و هوا میدن، لذت میبرن، ارد میدن، دستور میدن ما چی بیاریم خدمتشون.
اما اگه منطبق نباشه این آبهای گوارای خنک نه بهاری اوه چقدر سرده باید برم داخله حاضرید؟ بپرسیم؟ یخ حوز میشکنیم ما یخ چی میترسونیم؟ ما دهشتی ها یخ حوز میشکنیم حریف میطلبم خب ببینیم اولین سوال از گروه شستی ها سکار خانوم آل ایوب بفرمایید شما به نظر شما اگه قرار گروه هشتادی ها قهرمان یه رشته ورزشی باشن چه نوع ورزشی رو انتخاب میکردن؟ یک کشتی دو تیراندازی سه شنا چهار والیبال زمان رو از دست بگم چقدر زمان داریم؟ چقدر زمان داریم؟ 30 ثانیه داشتی؟ نوشون بلنده بچه ها والیبال میتونه باشه ها؟ والیبال میتونه باشه شنا میتونه باشه من فکر کنم شناه من فکر کنم شناه کمک نکنید کمک چرا نکنم؟ من فکر کنم شناه زمان والیبال والیبال چهار چهار ببینیم جواب رو ببینیم خب قاعدتا همه هشتادی ها عاشق رشته والیبال هست از کجا فهمیدیم؟ چون که عجوبه ای ماشالله بزنم به تخته الان یعنی جواب دادید؟ بله نفه نه کی جواب دادید وقتی که زمان گذشته بود نه زمان گذشته بود سه ثانیه بود زمان نگذشته بود دو ثانیه بود کسایی که میدونم زمان گذشته بود دیدن دستو بالا نه برم پایین یا نرم نه هشت دیگه زمان رو در نظر بگیر چون این بازی دیگه اون بازی های قبلی نیست باشه یعنی دیگه سر 10 ثانیه دیگه بگیم دیگه ده هشت دیگه به نظر شما اگه قرار بود گروه شستی ها یه منطقه بکر رو کشف کنن دوست داشتن اون منطقه تو کدوم قاره باشه یک آفریقا دو آمریکا سه اروپا چهار آسیا نه سریع زمان یک جواب و یک گزینه شما رو میتونه از سطح آب‌های بسیار خنک و گوارای حوضچه ما نجات سه اروپا سه یعنی اروپا ببینیم جوابو میخندی؟ آفریقا استرالیا به خاطر جنگل هست آفریقا که بیشتر جنگل داره حیواناش هم بیشتره بهتر هم هست حالا کدوم من باید تعیین کنم؟ شما تصمیم میگیری که آفریقا یا استرالیا خاطر حیواناش فیلای گنده داره از آفریقا پس گزینه سه اروپا نبود بفرمایید پایین پارو بندازید خدا رو شکر آب نخور گروه شستی ها گروه هنرمند ها گروه مجری ها درجه یکا خلبان شما فکر کنم از ارتفاع اصلا ترسی نداشت به آرامی آقا سمردن میکنی اگر روز نرگی هایت رو تغییر ندهی ما اومدیم که تغییر بدیم اینجا موقع تغییر بریم برای تغییر به نظر شما اگه گروه هشتادی ها یه ماشین زمان داشتن به چه زمانی سفر میکردن؟ یک گذشته دو دهه هشتاد سه آینده چهار دهه شصت آینده سه به نظر آینده چهار آینده دهه هشتاد آینده گذشته آینده سه خانم آل ایوب بچه ها نظرت من بگم سه خانم عراقی خانم هم گروهی ها میگن سه مطمئن نیست؟ سه من نمیخوام همکارم برن آقا زمانم نگذشته
شش تا سه. بریم ببینیم. آینده هم بساله؟ آینده. نه آینده. به فکر نمی کنم. برمی نشنم. موقعی که بزن بیامد. نه نه نه. نه آینده آینده. نه. آینده. 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 زنده با دهه هشتادیا زنده با دا باشه چه هشتادیا تو قلب من جا دارن اینا اینجوری اینجوری این نشون میده خیلی صاف و ساده اید به نظر شما اگه گروش هستی ها یه ماشین زمان داشتن به چه زمانی سفر میکنن آینده دو زمان ظهور حضرت ولی از عجل الله تعالی رجوع شدیم سه گذشته چهار گزینه یک و دو سه دیگه خانوما یک و دو مطمئنی؟ اینا نمیگن ولی هست سه یک نمیگن چهار زمان داره میگذره چهار خوبه؟ چهار؟ نه سه دخترم چهار؟ خانم زمان چهار؟ چهار بود یا سه؟ فکر کنم چهار فکر کنی؟ ببینیم خب من دوست دارم که به آینده سفر کنی آینده خب آینده خوبه آزاده میدونی چرا فکر کنی زر یه زر جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم چیه آینده آینده چه زمان ظهور میکنه آینده رو خدا خیلی وقت مونده از اونجایی که همیشه دستور میده ما مجبور متاعت کنیم دستور دادم آره آره درست بود آینده زمان ظهور امام زمان خب الهی آمین گروه شصتیا به نظر شما اگه گروه هشتادیا میتونستن اسمشون رو تغییر بدن و یه اسم مشترک برای خودشون بذارن چه اسمی رو انتخاب میکردن؟ یک عجوبه ها دو تغییر دهندگان سه شگفت انگیزان چهار شصتادیا شگفت‌انگیز اگه هشتادی‌ها می‌شناسن اسمش یه اسم مشترک برای خودش شصتادی‌ها من اینجوری فکر می‌کنی وایس آره تغییر دهندگان عجوبه‌ها شگفت‌انگیزان قشنگ‌تره ما شگفت‌انگیزان رو انتخاب می‌کنیم شگفت‌انگیزان شگفت‌انگیزان ببینیم پاسخو پرچم بالا پرچم بالا نمی‌دونم چه اسمی بخوام برای خودشون بذارن باوشا تغییر دهندگان بفرمایید بایی من ارتفاع رو بیشتر دوست دارم اشتباه کردم من خیلی دیگه هشتادی ها دخترای گلم خیلی دیگه ماجرا عیدتون مبارک چکرم نون عید شما مبارک طاعتتون قبول باشه همچنین شما در شصتیا به نظر شما اگه گروه شصتیا قدرت حذف آدم ها رو داشتن چجور آدم هایی رو از روی زمین حذف میکردن یک آدم هایی که حق دیگران رو میخورن دو آدم هایی که دروغ میگن سه آدم هایی که صلح جهانی رو به هم میریزن یا میزنن آدم هایی که به اعتماد دیگران خیانت میکنن چهاره یک نیست دیگران رو میگه حق دیگران دو ببین اعتمادم هست تا اعتماد خیلی مهمه نمیدونم من یک رو نظرتون خانم آقایون یک نه همه کنید چهار سریعتر زمان چهار خودتو چی بگید سه نه مگه نه یه جواب سه چهار سه مطمئنی یک مهیا سه سه وقت هست یا نه؟ تموم شد وقت تموم شده سه میتونم بازم اجازه بدم یه گزینه دیگه انتخاب کنیم میشه اعتماد که؟ آره نه میشه ما در بازی داریم سه یه گفته من چک دارم
سه. ببینیم پاسخو. من نمیخواستم بری تو هم. آدمایی که صلح جهانی رو به هم میزنن. نه، آدمایی که آدمایی که حذف کرده. آدمایی که به عدالت اهمیت میدن. نه، یعنی عادلن. یعنی عدل و صلح و دوستی رو تو جهان حذف میکردی. حذف میکردیم بی عدالتی رو حذف میکردم. خب دیگه من منافق، یعنی من به تو بگم دوستت دارم بعد پشتت برد بزنم تو چی بگو؟ خب هر سه ماره سلطه جهانی رو به هم میکردیم. بدی کلن همه بدی ها، کلید بدی ها. چون به حرف من گوش ندادن آدم هایی که صلح جهانی رو به هم میزنن رو حذف میکردیم. همون دروغ میشه. بریم سال بعدی. سکار خانم آلایوب، این باید خوراک شما و خانم نصرتی و خانم عراقی باشه. مطمئنم به 30 ثانیه. عبارت زیر را بخوانید. همی به جهان خدمت، خدمت محتاجان کنید، خدمت محتاجان. لحظه ببین، تمرکز داشته باشید، تمرکز داشته باشید، درست بخونید. خانم آل ایوب داری چی رو میخونی؟ خانم نصرتی زمانمو داره میره. زمان نداره. تا توانی به جهان خدمت، خدمت زمان داره میگذره. 5 3 2 زمان تمام. تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا در بفرمایید پایین. بلند نباید بخونی. تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی. اول فصل بیشترش گفتیم دیگه. هشتادی ها من حاضرم برم پایین الان. شما بفرمایید دوستان برم پایین. بله بفرمایید پایین لطفا عزیزم. بفرمایید نداره، میریم پایین دیگه. برو پایین، بیا پایین. دایی میان سراغتون. خب هشتادی ها، با خیال آسوده نشستید، فکر کردید خبریه؟ یک نوروزی براتون بسازید، یک عیدی تو امان با ماه مبارک رمضان کیف شو ببرید. ببینید این جمله را بخوانید. تمرکز کنید، راحت میتونید. خانم استادی از توازن. نه به من توجه کن، تمرکز کنید. نه باشه، زمانم میتونید. ببینید به من تمرکز کنید. از توازن کم نگردد در تبهگر. چی بخونم؟ خب در چرا به ما کمک نکردی؟ نگردد از توازن کم نگردد رتبه گردن کشان. توازو اجازه بدید. منظور ما این بود که از توازو کم کم؟ بله چند نه کم نگرد، کم نگردد رتبه گردان. نرم پایین. خب سال بعد از شصتیا، هر کدام 5 بار خدا شاهده اگه نصرتی، خانم نصرتی عزیز، همکار عزیز، سرکار خانم آلایی، خلبان ملوانان جان، دایی که اینجا نشسته خیلی هم دوستش دارم، اینو 5 بار نگید هر کدومتون واقعا رفتید. آقا بگو هر سه تا باید بگی. نه میتونید این خوراکت یه نفر بگه یا هر سه تا؟ نه هر سه تاتون 5 بار باید پشت سر هم بگید. فرصت نمیدید اگه غلط جواب بدید. نه هر کدام 5 بار صحیح بگویید. تیرو تبر ببر، ببر پیر تیزگر، گو پیر تیز کن، تبر از تیر تیزتر. هر کدوممون بگیم؟ آره. هر کدوم بگیم؟ بله. تیرو تبر ببر، ببر پیر تیزگر، گو پیر تیر زمان ندارید تیر تیز گو پیر تیر تیز نه اینجوری که تون تیر و تبر ببر، ببر پیر تیزتر. یعنی معلوم منم باید بگم؟ بله.
بگو تیر و تبر تیر و تبر پنج بار تیزگر گو پیر تیر تیز کن تبر از تیر تیزتر آفرین تیر و تبر ببر ببر پیر تیزگر گو پیر تیر تیز کن تبر از تیر تیزتر تیر و تبر ببر ببر پیر تیزگر تیر تیز کن تبر از تیر تیزتر تمام شد خب تیر و تبر ببر پیر تیزگر گو پیر تیز کن تبر از تیر تیزتر بقیه‌اش رو تو آب بخونی برو استادیا هر کدام پنج بار صحیح بگویی یه یو یو یه یو روی روی یو یو زیری بود بگم بله پنج یه یو یو یه یو روی روی یو یو زیری بود یه یو یو یه یو روی روی یو یو زیری بود یه یو یو یه یو روی روی یو یو زیری بود یه یو یو یه یو روی هر کدومتون هر کدوممون خب وقت نیست بگو زمان بگو یه یو یو یه یو روی روی یو یو زیری بود بگو بگو یه یو یو اشتباه درست سری یه یو یو زمان گذشت آی استاد برمید پایین هر کدوم پنج بار ترسیدی؟ فقط یخ زدیم نه ترسیدیم باید اعلام کنم دوستان کاربلد تناز مجری توامن بی‌بدیل بی‌نظیر بی‌همتا گروه شصتیا تو این مرحله از بازی خوشگوتر 400 امتیاز تونستن دریافت کنن ولی گروه هشتادیا توامن جوان شاداب چالاک چابک کاردرست کارکشته تونستن 600 امتیاز کسب کنن به همین خاطر در مجموع گروه هشتادیا به احترام پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر میرن در اون آب نه برن پایین بشین دخترم بازم پایین و در مجموع گروه شصتیا در سه مرحله بازی تونستن 2400 امتیاز کسب کنن برنده شصتادی های این مسابقه هستن به افتخارشون به همین خاطر به درخواست عزیزان حاضر در استودیو و خودشون تشریف میبرن هیچ چیزی بهتر از این تو دنیا نیست که آدم دست به نقد باشه این از سری مسابقات واقعا بی نظیر و معدوده که همون موقع نقدن حساب میکنن جایزه شما تقدیمتون ممنون. سرکار خانم خواهش میکنم سکه ها توش نریزه آره واقعا بفرمایید سرکار خانم واقعا نیست که نه مار ماهی خب خدا رو شد تقدیم به شما خانم نصرتی خیلی زحمت کشیدی خیلی محبت کرد خب به پایان آمد این دفتر حکایت شصتادیا هنوز در سال 1403 باقی است در مجموع اگر انتقاد نظر پیشنهاد دارید حتما با سامانه 162 در میون بگذارید همه شما رو به خداوند ممنونان می‌سپارم یا علی مدد خدا نگهدار